سلام عرض ادب خدمت همه مخاطبین محترم و گرامی. ابتدا چک کنیم صدا تصویر بنده رو داره هستین؟ خیلی هم عالی. عرض ادب خدمت همه شما عزیزان، دوستان گرامی. از جانب مجموعه بزرگی فرادست خدمت شما عزیزان خوش آمدگویی عرض می کنم. انشاءالله که وبینار خیلی خوبی با هم داشته باشیم و بتونیم یک انتقال دانش و اطلاعات خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم. خب امروز در خدمت شما هستیم در ارتباط با نحوه اخذ ویزای کانادا از مسیر EEP. خب در ابتدا خدمتتون عرض کنم که چت به صورت خصوصی میشه، انشاءالله بعد از اتمام فرایند توضیحی و پرزنتیشن در خدمتتون جهت پرسش پاسخ در انتها خواهیم بود. خب امروز در خدمت شما هستیم برای اینکه یکی از مسیرهای اخذ ویزای کانادا رو با هم بررسی کنیم. یکی از اهدافی که در این وبینار دنبال رسیدن به اون هستیم، ابتدا اینکه چند تا موضوعات رو با هم بررسی میکنیم. برای اخذ ویزا مخصوصا برای کشور کانادا چند تا موضوع هستش. در نکته اول میایم بررسی میکنیم که در بازه اخیر با توجه به اینکه روند مهاجرت به کشورهای مختلف اعم از کانادا زیاد شده، خب این بین خیلی از عزیزان هستن که از فرایند مهاجرتی به کانادا و نحوه اپلای کردن اون زیاد اطلاع ندارم. خب در این وسط مواردی رخ میده. یک، اما از اینکه عدم اطلاع و آگاهی در نحوه اخذ ویزای کانادا، حالا از راه های مختلفی که حالا عزیزانی که ادوکیت هستن، وکیل هستن، وکیل های مهاجرتی هستن، مؤسسات مهاجرتی هستن که مشاوره خدمت عزیزان ارائه میدن، مشاوره صحیح و درست باشه. یعنی ما کاندیدیت های ما، کلاینت های ما، عزیزان ما که میخوان اپلای کنن با یک ایده و آیدیه خیلی جامع و کامل اقدام کنن. خب این به چه معناست؟ ما ابتدا وبینار رو با فرایند شروع نمی کنم، ابتدا توضیح میدم، موارد رو خدمتتون اطلاع میدیم که اصلا چرا باید ما اطلاع داشته باشیم از فرایند مهاجرت. خب خیلی از موارد هستن، خیلی از به قول فنی کیس ها بوده که افراد برای این راه هزینه های سنگینی رو پرداخت کردن. بنا به پیشنهادهایی که خدمتشون ارائه شده، لازم نیست مدرک زبان داشته باشی، شما مدارک رو سابمیت کن، ما وارد پول میکنیم، شما ویزای کانادا رو میگیرید از طریق اکسپرس انتری پروگرام، یک برنامه که امروز ما میخوایم بررسی کنیم، براتون ویزای توریستی میگیریم، ویزای تحصیلی میگیریم. خب این عوامل باعث شده بود که عزیزان ما خب با این به قول گفتنی کارنسی که ارزش پولی که همکنون در کشور حاکم هستش، خب زیان‌های بسیار زیادی رو ارائه بدم. هدف از یکی از اهدافی که ما در این وبینار دنبال می‌کنیم، ایجاد یک آگاهی و ایجاد یک اطلاع رسانی صحیح و درست برای عزیزانمون هستش. خب ما برای اخذ ویزای کانادا راه‌های مختلفی داریم. حالا سایر کشور، استرالیا هست، کانادا هست، نیوزیلند هست، ایالات متحده هستش و خیلی از کشورها. خب یکی از راه‌هایی که ما بخوایم برای کانادا اقدام کنیم، تحصیلی هستش از طرف پروگرام، خب مهارت کاری هستش، حالا نیروی کار هستش، اکسپرس انتری پروگرام هستش، سرمایه گذاری هستش و اخذ دریافت به قول جاب آفر هستش و مسیرهای گوناگون. ما این وسط یک برنامه به اسم اکسپرس انتری پروگرام داریم، برنامه EEP داریم که یکی از آسان‌ترین و یکی از راه‌های محتمل هستش که ما میتونیم برای اون اقدام کنیم. راهی که مسیری که برای نیروهای ماهر و مجرب که داره اسکیل های مرتبط هستن میتونن اپلای کنن. خب ما همه گام ها رو سعی میکنیم به صورت تئوری، حالا من گام به گام همه رو ذکر کردم با علامت، با پوینت، با خط که بتونیم توضیحات خدمت شما ارائه بدیم. یقینا برای توضیح جامع و کاملی حداقل 3-4 تا وبینار نیازه، اما در وبینار امروز سعی میکنیم یک ایده اولیه برای شما ایجاد کنیم. خب در مسیر فعلی ما برای خودمون یک مسیر ایجاد میکنیم، فرضیه ایجاد میکنیم. خب ما به عنوان یک نیروی ماهر و مجرب میخوایم به کانادا مهاجرت کنیم، مسیری که ما رو به قول تاثیر میکنه، سریع میبره، سرعت میبخشه که بتونیم وارد خاک کانادا بشیم. در مسیر فوق خب ما اولین گامی که انجام میدیم برای هر یک از مسیرهای مهاجرتی، اول اینکه باید ببینیم کوالیفای هستیم، الیجیبل هستیم، آیا مورد تایید هستیم برای وارد شدن به پول یا نه. برای هر مسیر، حتی برای ویزای تحصیلی، حتی برای ویزای مهاجرتی، هر نوع از ویزاهایی که ما میخوایم مهاجرت کنیم، اول از هر چیزی ما باید بررسی کنیم. خب برای بررسی کردن الیجیبل بودن یا خیر، ما میخوایم ببینیم اصلا مورد تایید هستیم،
صلاحیت ما حالا لحاظ مهارتی تایید میشه یا نه. خب گام های مختلفی رو داره. ما برای اول خب 6 تا فاکتور رو مد نظر میذاریم. یک فاکتور اول زبان هستش، بحث دوم بحث تحصیلات هستش، فاکتور بعدی فاکتور سن هستش، تجربه کاری هستش، فاکتور بعدی آیا ما به قول گفتنی یک جاب آفر از کانادا داریم، و بعدیش هم خب فاکتورهای مختلفی هست که ما به قول گفتم آیا از ریلیتیو خویشاوندمون در کانادا ساکن هستن و سایر موارد. گام به گام ما اینا رو پیش میبریم. پس بحث اول ما میخوایم بسنجیم که آیا ابتدا مورد تایید هستیم یا نه. خب کانادا میاد چیکار میکنه؟ سفارت ذکر میکنه برای اینکه شما بسنجید مورد تایید هستیم، کوالیفای هستیم یا نه. خب ابتدا از هر چیزی شما باید 67 نمره اخذ کنید، اسکور شما باید 67 باشه. خب ما چجوری بسنجیم که این 67 بودن به چه صورت هستش؟ من یه نکته اینجا ذکر میکنم، خیلی از وقتا خب اون پرسیده میشه، کلاینتا از من سوال میپرسن، این هست که خب ما به مؤسسات مهاجرتی به ما گفتن مدارکتون رو سابمیت کنید، شما آلردی الیجیبل هستین، مورد تایید هستین، در صورتی که من آیلتس ندارم، در صورتی که هنوز ارزیابی نکردم مهارتم. این گام نخست من با تاکید ذکر میکنم کاملا اشتباه هست. تا زمانی که ما از تایید بودن خودمون اطلاع نداشته باشیم، ندونیم که آیا مدارک مورد نیاز رو داره هستیم، نباید اپلای کنیم. چرا که به قول فنی یه تایم کانزیومینگ هستش، هدر دادن وقت هستش. و نکته مهم این هست که اسکوری که اون نمره‌ای که توسط کانادا اعلام میشه هر ماه و هر بازه زمانی تغییر میکنه. پس اینکه ما با این پیشنهاد شما مدارکتون رو سابمیت کنید، اپلای میکنید، موفق میشیم، به هیچ وجه رد شده است، این فرضی اصلا قابل تایید نیست. پس گام اول میایم میسنجیم الیجیبل هستیم یا نه. من سعی کردم یک لینک مرتبط و اتنتیکی رو قرار بدم. ما برای اینکه قشنگ بسنجیم چه مدارکی نیاز داریم، مراحل به چه صورت هستش، و اینکه چه مواردی رو با رعایت کنیم، میتونیم با مراجعه به سفارت مسکو، به سایت مسکو کاملا اونها رو بررسی کنیم. خب من لینک رو بالا قرار دادم، شما با کلیک کردن روی لینک وارد سایت میشین و بحث اول اون تاییدیه خودتون میسنش که آیا کوالیفای یا الیجیبل هستین یا نه. خب ما 67 نمره میخوایم. این 67 نمره ما، الیجیبیلیتی ما چجوری به دست میاد؟ یک، بحث اول مورد حالا محاسبه قرار دادن نمرات زبان هستش. خب گام اول من به جرئت میتونم خدمتتون عرض کنم یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که شما رو به رسیدن به اخذ ویزای کانادا کمک میکنه، داشتن یک نمره آیلتس بسیار خوب در آزمون هستش. ما بدون استثنا یه بحث اصلا مندیتوری الزامی بودن زبان آیلتس، زبان انگلیسی هست یا زبان فرانسه، یکی از این دو نوع هستش، مورد تایید و الزامی کانادا هستش. خب بس اول میایم میسنجیم. خب اینجا سوال پیش میاد، ما برای آیلتس یا نمره آزمونم چه نمره ای رو باید اخذ کنیم که تایید باشه، امتیاز لازم رو کسب کنیم؟ خب کانادا اومده چیکار کرده؟ اومده برای زبان حالا انگلیسی یا آیلتس اومده رتبه بندی انجام ده. خب با CLB لول ها اعلام کرده، به طور مثال CLB لول 9، CLB لول 8، CLB لول 7 و پایین تر از 7 هم که اصلا مورد پذیرش نیستش. من حالا گام به گام اینا رو خدمت شما توضیح میدم که CLB لول 7 شما برای 4 تا مهارتی که در زبان انگلیسی هستش، speaking, listening, reading, writing، باید چند بگیرید که امتیاز حالا مورد نظر رو کسب کنیم. خب کانادا میاد چه کار میکنه؟ میگه اگه شما CLB لول 9 رو داشتین، CLB لول 9 شما این رو داشتین، speaking خب 6، حالا اون پوینتی که مورد نظر 6 رو دریافت میکنه، listening 6 رو دریافت میکنه، reading 6، writing 6، جمعش رو خب دریافت شما خواهید کرد. اگر CLB level 8 رو داشتین خب نمراش کاهش پیدا میکنه. خب ما الان اینجا سوالی که پیش میاد، CLB ها چه معنایی داره؟ CLB 9 به چه معناست؟ CLB 8 به چه معناست؟ خب در اسلاید بعد توضیح رو خدمتتون ارائه میدیم. و اینکه اگر به طور مثال زبان اولمون انگلیسی باشه، آیلتس داشته باشین، زبان دوممون مثلا فرنش باشه، فرانسوی باشه، خب اون موقع چه پوینت هایی دریافت میکنیم؟ خب با هم بررسی ها رو انجام میدیم. خب در بعد اول این هست که ما یه گام مهمی که در زبان هستش حتما برای کانادا با CLB 9 رو داشته باشیم. CLB 9 داشتن یک کمک بسیار زیادی برای ما برای رسیدن اسکورمون برای اخذ ویزای کانادا هستش. خب CLB 9 به چه معنی است؟ به معنی این هست که
777 و 8 reading, writing, speakingتون 7 باشه و listeningتون 8 باشه. این نمره شما دریافت کنید سطح لول CLB لول 9 هستین. خب CLB لول 8 چی هست؟ میگه اگه speakingتون 6.5 بشه، اگه listeningتون 7.5 بشه، readingتون 6.5 بشه، writingتون 6.5 بشه، شما CLB S قرار میگیریم. CLB 7 هم خب میگه speakingتون 6 بشه، listeningتون بین 6-7 بشه و readingتون 6 بشه، writingتون 6 بشه، شما CLB 7 هستین. اگر بتونید CLB 10 رو دریافت کنید که خب خیلی یه لول بالاتر هستش، امتیازتون اسکورتون بالاتر میره، خب در اینجا speakingتون بین 7.5 تا 9 هستش، listeningتون 8.5 تا 9 هستش، readingتون 8 تا 9 هستش و writingتون 7.5 تا 9 هستش. خب ما میسنجیم اینجا خب کدوم رو میتونیم بر اساس حالا منطق یا بر اساس تواناییمون کسب کنیم. ما به دو دست متقاضیان رو دسته بندی میکنیم. یک، متقاضیانی که خب زبان خوبی دارن، مسلط هستن، اما به قول گفتنی به صورت خیلی تسلط و نیتیو نیستن. خب با تلاش میتونن CLB 9 رو اخذ کنن، اما زمانی که ما به صورت فلوئنت باشیم، خیلی تسلط جامع کامل داشته باشیم، خب CLB 10 رو دریافت کنیم، خب کاملا کمک کننده خواهد بود. اینجا یه نکته که داره، ما حالا بر اساس ارزیابی که به صورت آنلاین انجام میدیم، با یک تغییر کوچیک در نمره لیسنینگتون یا ریدینگمون کاملا اون به قول فنی تغییر در اسکور نهاییم رو مشاهده میکنیم. پس تاکید میکنم مجدد برای اخذ نمره آزمونی که در آیلتس یا هر نمره که حالا در حال زبان فرانسه غیر داریم، حتما باید نمره خوبی کسب کنیم. یقینا کسب نمره پایین در زبان بسیار اسکور شما و شانس شما رو برای اخذ ویزا کاهش میده. خب این برای آیلتس بود. برای زبان خب اینجا کانادا میاد چیکار میکنه؟ میگه چند تا ما میتونیم آزمون زبان رو بدیم. یک، آیلتس بدیم، تف بدیم. تف کانادا که برای زبان فرانسه هستش، حالا من کلمه کلمه اسپل میکنم، تی اف هستش، خب برای بحث تی سی اف هستش، اینم برای زبان فرانسه هستش که در کنار این یا شما میتونید زبان اولتون فرانسه باشه، زبان اولتون انگلیسی باشه، یا اینکه شما یکی از زبان‌ها زبان اولتون باشه و برای ادیشنال پوینت، برای یک نمره اضافی، یکی از زبان‌ها رو شما پاسخ بدید. خب در ادامه توضیح میدیم اصلا این موارد به چه صورت است. جمع‌بندی اول خب انجام دادیم این بود که پس ما باید برای زبان به قول این نمره مناسبی رو کسب کنیم. خب برای نمره زبان مکسیمومش 24 هستش، 19 میاد، 17 میاد و غیره. بر اساس اسکوری که در اونجا ذکر شده شما میتونید محاسبه کنید چند شده. بحث دوم میاد بحث خب میخوایم الیجیبل مرحله دوم رو چک کنیم. ادویکیشن ما هستش، تحصیلات ما هستش. کانادا اومده چیکار کرده؟ برای هر یک از لول های تحصیلی یک پوینت قرار داده، یک نمره قرار داده. از دکترا شروع میکنم، دکترا رو 25 نمره داده، مستر کارشناسی ارشد رو 23 نمره ارائه داده، داشتن دو تا لیسانس 22 نمره ارائه داده، لیسانس 21 ارائه داده، داشتن اسوشیت دیگری یا مدرک کاردانی 19 ارائه داده و به قول فنی وان ایر پروگرام یا برنامه یک ساله به پایین. خب میایم اینجا چیکار میکنیم؟ کانادا ما فرض میکنیم در هر کشوری، در ایران یا کشورهای آسیا یا غیره، خب مدرک تحصیلی رو ارائه گرفتیم و میخوایم ارائه بدیم. نکته که اینجا خیلی مهم هستش، کشور کانادا گفته چی؟ گفته برای اینکه ما بتونیم شما وارد سیستم پول بشین یا وارد برای اقدام مهاجرتی برای کانادا، شما باید مدرکتون رو ارزشیابی کنید. خب برای ارزشیابی کردن و معادل سازی مدرکی که ما داره هستیم، راه مختلفی رو ارائه داده. یک، به طور مثال World Education Services، یکی از راه‌هایی که ما بتونیم اکولنسی قرار بدیم، معادل سازی کنیم، این هست که یکی از این راه‌ها رو با توجه به رشته‌مون انتخاب کنیم. ما به طور مثال دکترای مدیریت گرفتیم، ما برای اینکه ارزیابی کنیم، به طور مثال مقطع دکترای ما بعد از معادل سازی و ارزیابی با تحصیلات کانادا، اگر دکترا خونده باشه خب پوینت 25 نمره رو می‌گیریم، اگر نه معادل سازی بشه کارشناسی ارشد رو دریافت کنیم، خب نمره کسب میشه، هیچ تفاوتی نداره ما به قول دکتر رو داریم. مهم اون ارزشیابی که هست که کانادا اعلام میکنه. من اینجا چند تا لوگو ارائه دادم و لیستی از حالا درگاه ها یا فرایند های معادل سازی مدارک تحصیلی قرار داد. ما برای هر یک از این راه ها میتونیم انتخاب کنیم و در ادامه توضیح میدم پیمنت هاشون، هزینه هاشون چقدر به چه صورت است و معادل سازی انجام بدیم. مرحله دوم معادل سازی بر اساس حالا ارزشیابی تحصیلی کانادا هستش. خب
به طور مثال ما ورد ایژوکیشن سرویسز رو انتخاب میکنیم، وارد درگاه وبسایتش میشیم، اقدامات رو انجام میدیم. خب اینجا سوالی که پیش میاد، ما به چه صورت باید معادل سازی کنیم؟ گام ها به این صورت هستش. گام اول این هست که خب شما یک پروفایل در ورد ایژوکیشن سرویسز مثلا وست رو انتخاب میکنید، ایجاد میکنید. در این مواقع شما با مراجعه به دانشگاه چیکار میکنید؟ خود دانشگاه پک میکنه، حالا دانش آموتون هست، ترانسکریپت لتر هاتون هست، ریز نمراتون هستن و هر مقطعی هستین، قرار میده پک میکنه، ارسال میشه برای حالا اون مرکزی که قرار داره، یا خود کانادا هست یا هر برانچی که داره هستش. بعد از اینکه خب معادل سازی صورت بگیره، معمولا ذکر میکنم میگم بعد از 7 روز کاری معادل سازی صورت میگیره، یا به انستیتیوشنتون یا به مؤسسه دانشگاهتون ارسال میشه به آدرستون. در اینجا چیکار میکنیم؟ بعد از معادل سازی ما کلیر مشخصه که تحصیلاتمون نمره چه میزانی میتونیم دریافت کنیم. ابس تحصیلی ما بعد از هر گام یه ریویو هم انجام میدیم. وارد بحث ورک اکسپریانس میشیم. سومین فاکتوری که کانادا میگه شما میتونید پوینت بندیتون رو چک کنید. خب در اینجا ما فرض میکنیم 1 سال سابقه کاری داریم. در نقطه کاری، حالا بس کاری، من این نکته رو خدمتتون ذکر کنم. اینجا دو تا سوال داره. یکی اینکه ما در ایران کار کردیم، سابقه کاری داریم. اگر بیمه تامین اشتباهی نداشته باشه مورد تایید قرار میگیره. دوم اینکه اگه کارآموزی باشه آیا مورد تایید هست. اینجا میاد چیکار میکنه؟ قوانینی ترمز اند کاندیشن یا سیچویشن قرار داده برای این موضوع. یک، ما کاری که انجام میدیم، یک، باید بیمه برامون رد شده باشه. دوم اینکه باید کارآموزی نباشه. کارآموزی در حالا پول یا پروسسی که انجام میدیم مورد اکسپت نیستش. چرا؟ شرایط کار کردن به این صورت، یک، فول تایم باشه، پرداختی داشته باشه، یعنی پیمنت صورت گرفته باشه، شما به عنوان سالری به عنوان حقوق ماهانه چیزی دریافت کرده باشه. سومی که کاملا مشخص بشه شهر شغل و غیرت مشخص باشه. و مهمتر از همه این موارد که اخیرا خب الان بازه هست که تایید خب ریز حالا اون بیمه که بر شما سابقه بیمتون هست که از بازه مثلا یه بازه تا بازه کنونی شما فعالیت داشتیم با اون سازمان، یه پروفی میشه برای شما. خب اینجا میاد چه کار میکنن؟ میاد ذکر میکنه، میگه اگر شما 1 سال سابقه کاری داشته باشین 9 تا نمره حالا پوینت دریافت میکنیم، اگر بین 2 تا 3 سال سابقه کاری داشته باشین 11 تا، اگر 4 الی 5 سال داشته باشین 13 نمره پوینت دریافت میکنیم، اگر 6 یا بیشتر از اون داشته باشین 15 نمره دریافت میکنیم. پس ما میایم تا الان ریویو میکنیم، اگر زبانمون بر اساس حالا اسکورهایی که مشخص بود، بر اساس بندهایی که مشخص بود اخذ کنیم، این یه بخش از نمره رو میگیره. ادویکیشن اون تحصیلاتمون رو بعد از معادل سازی انجام دادیم، این یه بخش رو میگیره. بحث ورک اکسپریانس، بحث سوابق کاریمون هم اینم بگیریم، خب یک بخش رو میگیریم. ما میخوایم چیکار کنیم؟ الیجیبل بشیم دیگه، میخوایم کوالیفای بشیم، نمرمون 67 یا بیش از 67 بشه. خب میایم چیکار میکنیم؟ بحث ایج میاد. یکی از دیگر فاکتورهایی که کانادا خب در اسسمنتی که انجام میده مهم هستش، بحث سن هستش. خب اینجا ما مشاهده میکنیم یک چارت سنی دارا هستیم که در هر لول از این سن، گروه های سنی باشیم، یک امتیازی رو دریافت میکنیم. ما زیر 18 سال باشیم هیچ امتیازی دریافت نمیکنیم، چرا که زیر 18 سال بودن، مگر اینکه به عنوان کمپانی، به عنوان همراه، حالا یه اسکیم های دیگه هست تشریف ببره، وگرنه اگه بخواد از طرف اکسپرس انتری پروگرام اقدام کنه، خب یقینا هیچ امتیاز یا پوینتی دریافت نمیکنه. خب ما در گام اول میگیم اگه سنمون بین 18 سال تا 35 سال باشه، طبق حالا شرایطی که داره 12 نمره، 12 تا پوینت دریافت میکنیم. اگر 36 باشه،